دوستان عزیز و حاضرین در اتاق، بسیار از اینکه حوصله کردید، تشریف آوردید و اینجا هستید متشکرم. از ادمین های گرامی و گروه حامیان شورای مدیریت گذار تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که با شما هم کلام بشم و به گفتگو بنشینم. سوال اول این هست که قضیه آقای روح الله زم که به قول سوال کننده زیگزاگ رفته و نباید در اون دخالت کرد، اصولا چرا باید وارد این قضیه شد و از ایشون چرا باید دفاع کرد؟ جواب من این هستش که جدا از این که انسان ها چه می کنند، چه هستند، آیا کارنامه قابل دفاعی دارند یا نه، ما از حقوق انسانی اونها موظفیم دفاع کنیم. حقوق انسانی یک پناهنده این است که در پناه دولت مطبوعش باشه. ایشون رو باید ما تحقیق کنیم ببینیم آیا دولتی که بهش پناهنده بوده، یعنی دولت فرانسه، آیا در پناه خودش داشته یا نه و به اندازه کافی ازش حمایت کرده یا نکرده. آقای روح‌الله‌زم یک انسان، یک پناهنده است، باید ببینیم که آیا در فرانسه حقوقش به اندازه کافی از لحاظ حفاظتی رعایت شده یا نه، آیا معامله انجام گرفته یا نه، دولت عراق چه کار کرده، با چه مدرکی وارد شده، اگر تراول داکیومنت داشته، در صورتی هم که مجرم بوده باید به فرانسه تحویل داده می شد، اگر پاسپورت ایرانی داشت چگونه پاسپورتی رو که معتبر نیست بهش ویزا دادن، و بعد چگونه، آیا ربوده شده یا قرارداد استرداد مجرمین به چه جرمی ایشون رو تحویل دادن و قضیه چیه، و دولت ایران اگر آدم ربایی کرده باید کاملا برای همه دنیا واضح بشه. به این دلیل مشاور عالی حقوقی ما آقای دکتر کاوه موسوی این کار رو بر عهده دارند و ادامه خواهند داد تا اینکه این نقاط مبهم روشن بشه، و این همیشه وظیفه ماست که از هر ایرانی با هر سابقه دفاع کنیم. حتی مجرمین در دادگاهی خواهند شد که حق وکیل داشته باشند و از همه حقوق اونها دفاع بشه. سوال دوم، نظر شما در مورد حضور جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان در یک شورای هدفمند چیست؟ خب ما از ابتدا آرزومون اینه که آینه تمام نمایی از جامعه ایران باشیم. در جامعه ایران مشروطه خواه، سلطنت طلب، جمهوری خواه، فدرالیست، لیبرال، سوسیال دموکرات، راست، چپ، کمونیست، همه چیز با دین بی دین وجود داره، و بنابراین ما می خواهیم همه این گروه ها
بیایند و با هم همکاری کنند. گروه شورای گذار به روی همه بازه و ما سعی در جلب اونها داریم. هیچ رقابتی با هیچ کسی نداریم. اصولا ایده شورای گذار بر این مبناست که از رقابت‌های حزبی و گروهی خودش رو بالا بکشه و سعی کنه که یک محلی برای همکاری همه باشه. امیدواریم به این مطلب، به این مانع بزرگ تاریخی که در ایران هست و نمیذاره افراد با هم کار کنن، فائق بیاییم و اغلب اونها رو با هم به همکاری دعوت کنیم و باشون همکاری کنیم. سوال سوم جناب شریعت مداری، سوال من این است که در تمام دنیا یک ملت و یک دولت دارند. آیا به نظر شما این کلمه ملت ها برای کشور واحد درسته؟ لطفا پاسخ بدید. اسم ملت ایران شامل همه گروه های زبانی و تیره های قومی است که در ایران زندگی می کنند، از فارس ها، ترک ها، کرد ها، ترکمن ها، بلوچ ها و عرب ها و تالشی ها، مازی ها و دیگران که تعدادشون کم نیست. همه اینها ایران واحد رو تشکیل میدن. ما یک ملت هستیم بدون تردید. ما کشور کثیر المله نیستیم. حد اکثر میتوان گفت که ما کشوری هستیم کثیر الاقوام و کثیر الادیان، یعنی قوم های زیاد داریم و دین های زیاد داریم. البته قوم ها به قدری بزرگن که دیگه به اونها نمیشه قوم گفت. آذربایجان که آذربایجانی که 23 تا 30 میلیون و کردها که 7 تا 11 میلیون جمعیت، چون گفته میشه متاسفانه سرشماری درستی در ایران وجود نداره تا دقیق بدونیم، دیگه اسم قوم بهشون اطلاق نمیشه. اینها گروه های بزرگ اتنیکی هستند. بنابراین باید به همون نامی بنامیم که در حقیقت هستند. و ولی ایران یک ملت است و در درون اینها این وحدت در کثرت و کثرت در وحدت وجود داره که ما هم باید اون رو احترام بهش بگذاریم و با این تنوع به عنوان یک شانس برخورد کنیم. سوال بعدی این است که شما آموزش زبان مادری را مد نظر دارید یا منظورتان آموزش به زبان مادری است؟ خب این سوالی است که خیلی شده و من باید یکمی مفصل جواب بدم. ببینید، هم آموزش زبان مادری و هم آموزش به زبان مادری حق هر شهروند آزاد هست که در یک دموکراسی زندگی می‌کند. دموکراسی بدون این حقوق ابتدایی شهروندی معنی ندارد. شما می‌دانید که زبان در حقیقت نرم افزار وجود انسانی است در ارتباطات، در فراگیری علم، در داد و ستد، در همه ارتباطات اجتماعی. نمیتوان به کسانی گفت که شما محروم بشید از چیزی که از طریق مادر به شما منتقل شده و وارد مسابقه زندگی بشید که در اون عده‌ای زبانی دارن که مادرشون بهشون یاد داده و به شما یاد نداده و در این مسابقه زندگی چندین گام از همون ابتدا عقب باشید. لهجه شما باعث بشه عقب بیفتید، شما به زبان مسلط نباشید و عقب بیفتید و از این قبیل مسائل. آموزش به زبان مادری هم حقه، اما در این که در چه سطحی، چه نوع، آیا دولت‌ها امکانات عملی این کار رو دارن یا بخش خصوصی مقدار زیادی از این کار رو خواهد کرد، یا داوطلبی خواهد بود یا اجباری خواهد بود، چه درسهایی خواهد بود و چه درسهایی نخواهد بود، همه چیزهایی است که احتیاج به کار تخصصی داره. ما داریم از یک حق صحبت میکنیم تا کسی که خواست از این حق استفاده کنه مورد تعقیب و مجازات قرار نگیره و بهش انگ نزنن، از اجتماع طردش نکنن. اعمال حق برنامه است که باید نسبت بهش کار کارشناسی در گروه های آموزشی از جمله در گروه آموزشی ما بشه. سوال بعدی به طور خلاصه اینه که
اگر در فردا این حکومت اسلامی در انتخاباتی آزاد مردم ایران فدرالیست را انتخاب کردند، آیا افرادی که با اون مخالفند جلوی انتخاب و اراده ملت ایران خواهند ایستاد؟ خب فرض ما بر اینه که اولا نخواهند ایستاد و ثانیا قدرت ایستادگی نخواهند داشت و همه ما باید تابع اراده مردمی باشیم که طی انتخاباتی آزاد و منصفانه نمایندگان خودشون رو به مجلس مؤسسان فرستادن و نتیجه و محصول مجلس مؤسسان رو که به رفراندومی آزاد گذاشته شده اکثریت ملت پذیرفتند. هر چیزی غیر از این باشه باید در مقابلش ایستاد و من امیدوارم که چنین وضعی در مملکت ما پیش نیاد و همه درس گرفته باشیم که این کار مملکت ما را از بین خواهد برد. چه سلطنت مشروطه انتخاب بشه، چه جمهوری و چه یک نظام فدرال، همه ما باید تابع اون باشیم. سوال بعدی، آیا شورا برای حمایت از خانواده های اعضا یا هواداران که ممکن است دستگیر شوند برنامه و روش اجرایی پیش بینی کرده است؟ ما تمهیداتی به عمل آوردیم که اینجا نمیتونم بگم، در این فکر هستیم و در صدد تأمین راهاش و بودجه هاییست که حداقل این کمک ها رو به این افراد بتوانیم بکنیم. اینکه کی خواهیم تونست بکنیم، چگونه خواهیم تونست بکنیم و اینا هیچ کدوم رو نمیتونم بگم. سوال بعدی اینه که شما خودتون رو آلترناتیو مینامید، این مشروعیت رو از کجا کسب کردید؟ جواب: ما به وظیفه ای که هر ایرانی دیگری هم در برابر ملت و میهن و تاریخ و انسانیت در رحله کنونی که مملکت در آستانه فروپاشیست داره و در رو در روی با این نظام سرکوبگر و فاسد و ضد بشری و متحجر قیام کردیم. این کار احتیاج به مشروعیت خاصی نداره. ما نه تنها در قبال این عمل به وظیفه انسانی خودمون امتیازی نمیخواییم، بلکه همه شما و دیگران رو هم دعوت میکنیم که با ما یا مستقلن همین کار رو انجام بدن و آشکارا بگن که این نظام باید برود و به جای اون یک دموکراسی سکولار با اتکا به حقوق بشر بیاد و در این راه کوشش کنند. بنابراین من فکر نمی کنم که این کار مشروعیت خاصی. روش ما مقاومت مدنی است و دفاع از هستی و کیان افراد و گروه ها در چنین چارچوبی قابل توجیه و پذیر. دومین سوال این دوستمون این هستش که دموکراسی یک مفهوم و یک نظریه است، برای بسترسازی و پیاده کردن دموکراسی در ایران مدل های پیشنهادی شورا به عنوان یک سیستم ممکن در جامعه ایرانی کدام هست؟ ببینید، دموکراسی در همه کشورهایی که ایجاد شده اینطور نبوده که ابتدا همه جامعه دموکرات شدن و بعد دموکراسی ایجاد شده. عده ای از نخبگان جامعه دموکراسی رو ایجاد کردند و یک علمی هست به عنوان ساختن دموکراسی، construction of democracy، و این دموکراسی که بر پایه‌های قانونی ساخته میشه و پایه‌های اجتماعی خودش رو بین مردمی که با اون معتقدن و خو گرفتن پیدا میکنه، به تدریج شروع میکنه به مردم هم از راه‌های علمی و تئوریک و هم از راه‌های فرهنگی و هم از راه‌های زیست در یک دموکراسی یاد بده و ساختارهایی رو برای دفاع از خودش ایجاد کنه. خب این بحث مفصلی است و در این سوال کوچک نمیشه پاسخ داد، ولی به طور خلاصه میشه گفت که نگران نباشید، در هیچ کدوم از دموکراسی‌های بزرگ و حتی کوچک مردم ابتدا دموکرات نبودن و بعد دموکراسی اومده، ابتدا دموکراسی اومده بعد دموکرات، یعنی منظورم اکثریت. سوال سوم، برای اصلاح ظرفیت فساد پذیری مردم و فرهنگ ایرانی و قانون گریزی های موروثی گونه در طبقات بالا و پایین جامعه، با در نظر داشتن اینکه هنوز در این کشور فرهنگ ایلاتی، عشیره‌ای، قبیله‌ای و روستایی در شهرها و نقاط مختلف کشور رایج و حاکم است، چه پیشنهادات عملی دارید؟ خب پیشنهادات مهم حکومت قانون، شفافیت حکومت و احساس تعلق مردم به اونه و ایجاد امنیت شغلی و امنیت اجتماعی.
اون وقت هیچ کسی ریسک نمیکنه تا شغلی رو که ازش خوب در میاره در مقابل حکومت قانون از دست بده یا محروم بشه از حقوق اجتماعیش. این فساد فراوان و فراگیری که میبینید معمولا از بالا به جامعه تزریق میشه. اگر اون بالا رو بتونیم سالم نگه داریم، پایین نشون داده، مردم نشون دادن که خیلی زود هم فرا میگیرند، هم رعایت میکنند و هم همکاری میکنند. خب راه های زیادی برای این کار هست، راه های علمی هست که اینجا جای گفتنش نیست، فرصتش رو نداریم، ولی از همه مهمتر در همه این مکاتب شفافیت دستگاه حاکم، تعلق مردم به حاکمیت و یکی دانستنشون از آن خود دانستنشون هست و کم بودن فساد در طبقه حاکم است. اگر این ستا شد، ساختارهای خودش رو میسازه و حکومت قانون مستولی میشه و اغلب مردم در همه جای دنیا درستکارن. اغلب مردم میخوان آروم زندگی کنن، اغلب مردم میخوان امنیت داشته باشن و کار پیش میره. من فکر نمی کنم که ما فاسدتر از بقیه کشورهای سالمتر باشیم، درست مثل بقیه ایم. اتفاقا در ایران فرهنگ ایلاتی و عشیره‌ای و قبیله‌ای از اغلب همسایگان ما دیگه کمتر شده و شهرنشینی گسترده تر شده. من فکر می کنم که کار ما سخت‌تر از بقیه نیست. سوال بعدی، آیا در شورای گذار برای شناسایی و اعلام خیانتکاران و جنایتکاران در 40 سال حکومت کاری انجام شده؟ به نظرم اگر از همین حالا اخطاریه و افراد داده شود، حساب خود را از این حکومت جدا کرده و به مردم میپیوندند. بله دوست عزیز، ما یک برنامه دادستانی گذار داریم. آقای دکتر کاوه موسوی، خدمتتون عرض کردم، این رو اداره خواهد کرد، اخطارهای متوالی خواهد داد و حتما عده زیادی جدا خواهند شد، در طول مبارزه به مردم خواهند پیوست. هر کسی که حساب خودش رو در هر مرحله جدا کنه و به مردم بپیونده، اگر مرتکب قتل نفس نشده باشه، شکنجه نکرده باشه و مردم رو، اموالشون رو زیاد بزرگ به یغما نبرده باشه، مشمول تخفیف‌های بسیار بزرگ خواهد شد در مجازاتی که براش در حقیقت قوه قضاییه آینده در نظر میگیرن. این در همه جای دنیا مرسومه. کسانی که به مردم میپیوندن، مردم اونها رو مشمول تخفیف‌های بزرگی خواهند کرد و ما امیدواریم این پیام ما را اونهایی که دل از این حکومت نکندن بگیرن و حساب خودشون رو جدا کنن، به یک حکومت فاسد و جنایتکاری که در مراحل آخر سقوطه نبگن و به مردم بپیوند. خب سوال بعدی اینه که بدون حرکت مردم چطور کنار رفتن این رژیم ممکنه؟ به هیچ وجه. سوالتون کاملا درسته، باید تظاهرات و اعتصاباتی که اینجا و اونجا وجود داره با اعتماد سازی که سعی خواهیم کرد ما و دیگران بکنیم اونها رو به هم پیوند بدیم، چنون بزرگ و فراگیر بشه که در مقابلش حکومت چاره ای جز تسلیم نداشته باشه. و بنابراین کاملا حرفتون صحیحه، تا مردم همت نکنند، تا ما نتوانیم اعتمادشون رو جلب کنیم، تا قهرمانان میدانی فراوانی رو که به وجود آمدن و وجود دارن و به وجود خواهند آمد به هم وصل نکنیم و این جزیره های اعتراضی فراوان به هم وصل نشه، این کار عملی نخواهد. سوال بعدی، از اونجایی که یکی از اعضای محترم شورای گذار جمهوری اسلامی در گذشته دیدگاه های جدای طلبانه و مطالب توهین آمیز رو نسبت به ریشه های تاریخی مردم این سرزمین بیان کرده، البته در همین کانال طی مطالبی به شدت واکنش نشان دادم، پاسخ دهید که اولا ایشان نماینده کدام گروه سیاسی می باشد. من نمیدونم منظورتون چیه. کسانی که ما باشون در شورای گذار هستیم به سند ارزش‌ها و رویکردهای ما پابندند. اگر در گذشته اشتباهی کردن جوابش رو خودشون خواهند داد. در حال حاضر ما تحمل هیچ اشتباهی رو از این قبیل نداریم و همه
از مناسخ داریم که در محدوده اون چی که همه با آن رسیدیم با هم امر مبارزه پیش ببریم. لطفا توجه کنید که در ایران فرشته کمتر وجود داره. ایرادهای هر کسی رو بگیری که از ما آینه گوناگونی و تضادها و گسلهایی هستیم که در جامعه ایران هست. مجبوریم از طرفین این گسلها افرادی رو داشته باشیم. این طرف گسل هم آدمهایی هستند که به اتنیک ایران توهین کردند و یک نوع فاشیسم در گفتارشون بوده. اونها هم باید تعدیل کنن حرفاشونو. ما دلمون میخواد اونها هم یک گفتمان تهاجمی ناسیونالیستی رو به یک گفتمان مشفقانه با دیگران تبدیل کنن. اون طرف انگ فاشیستی به اینا نزنه، این طرف هم انگ تجزیه طلبی به هم نزنه و بتونیم با همه اینها کار کنیم. سوالی شده که آیا شورای گذار قصد دادن فراخوان تظاهرات دارد؟ دوست عزیزم به اندازه کافی تظاهرات هست، مهم وصل کردن این تظاهرات به همه. احتیاج نیست که فراخوان تظاهرات بدیم. مردم به خاطر معیشتشون، به خاطر تنگناهایی که این نظام به وجود میاره، به خاطر فساد، به خاطر مالربایی اینها و هزاران دلیل دیگه اینجا و اونجا به خیابون میاد. باید اینها رو هنر داشته باشید شما و ما به هم بس کنیم. باید همه به چه همتمون این باشه که به اینا بگیم تک تک صدا به جایی نمیرسه. باید با هم باشیم و باید یک کوشش بکنیم که این جزایر جدا از هم اعتراضات به هم بس بشه. سوال بعدی اینه که در بین شما طیف ناهمگونی از افراد مختلف با گذشته های بسیار متفاوت دور هم جمع شدن، این چگونه ممکنه؟ نقطه اشتراک شما با هم چیه؟ جواب اینه که ما سعی داریم تا آینه ای از گوناگونی جامعه واقعا موجود ایران با همه تضاداش باشیم. ما میدونیم متاسفانه هنوز کاملا موفق به این کار نشدیم. همونطور که نمایندگان این گوناگونی اجتماعی در یک دموکراسی میتونن در یک پارلمان در کنار هم بشینن و پلورالیسم یا چند صدایی نمایندگان مردم رو بپذیرن، ما هم این کار رو لازم، مفید و ممکن میدونیم و اینو نقطه قوت و امتیاز خودمون میشماریم. بدون این نمیشه ادعای این رو کرد که ما میخواییم آلترناتیو بشیم. چیز دیگه ای هست؟ اگر نیست که از شما دوستان عزیز خداحافظی.